بی‌رحم‌ترین روانه آمریکا که هیچ کس نمی‌دونه کجا قایم شده. گلاسیا سلام. امروز می‌خوام فیلم پوکیپسی تیپس یا نوارهای پوکیپسی رو ببینیم که یکی از اون فیلم‌های سبک فاند فوتیج که انگاری با دوربین هندیکم دوربین گوشی گرفته شده و کلاً استایل فیلمش هم مثل مستنده. ایده فیلمش خیلی جالبه و مهمتر از همه این که تا مدت‌ها سرش سر صدا شده بود، چون فکر می‌کردم ویدیوهایی که روش استفاده شده واقعیه. اما خب کارگردان بارها اینو رد کرده، اما هنوزم یه سری شک و شبهه در موردش هست. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسم به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به مراسم خاکسپاری دختری به اسم شریل می‌ریم. توی مراسم یه سری آدم اومدن و یه نفرم داره یواشکی فیلم می‌گیره. و همین لحظه هم یه سری فیلم از دوران کودکی این دختر میبینیم. یه رفعه شب میشه و میبینیم که یه نفر میاد و شیلو از قبرش بیرون میکشه و با خودش میبره. سکانس بعد با جریان فیلم آشنا میشیم. یه مستنده که کلی پلیس هم دارن صحبت میکنند و همشون از یه نفر به اسم اد حرف میزنند. اد یکی از قاتلای سریالی فوق‌العاده وحشیه که چند تا آدم مختلفو گرفته و بلایی که سرش آورده هم همه رو ضبط کرده. مأمور FBI به اسم لئونارد هم میگه که تا به حال هیچ کسی شبیه اد ندیدیم. انقدر این آدم روانی و یونیکه که هیچ کس نمیتونه ویژگی‌هاشو با کس دیگه ای مطابقت بده. در بین صحبت بقیه مأمورها هم با مردی به اسم سایمن آشنا میشیم. سایمن یکی از متخصصای FBI که مجبور شده تمام فیلم‌هایی که اد ضبط کرده رو ببینه، بلکه بتونه سرنخی ازش پیدا کنه. سایمن میگه که انقدر این فیلم ها داغون بودن که تا یک سال نمیتونستم شبا بخوابم. یه بارم اتفاقی همسرم یکی از این ویدیوها رو دید و تا نزدیک به 2 ماه نمیداشت بهش حتی دست بزنم. مأمور دیگه ای به محلی رفته که تمام قربانی های این شخص رو پیدا کردنش. میگه که نزدیک به صدها زن رو ما از زیر خاک بیرون کشیدیم و بلاهای مختلفی سر هر کدومشون اومده بود. دوباره میریم پیش سایمن که داره نوارهایی که از اد پیدا کردن رو نشون میده. میگه که تقریبا 90% نوارهایی که الان جلوی منه فقط قرار به یکی از قربانی هاشه و اینها یکی از بخش هایی هست که پیدا کردیم. بخشی که مربوط به قربانی به اسم شریله، همون کسی که اول فیلم دیدیم مراسم خاک سپاریش بود. یکی از ویدیوها رو میبینیم. اد دختری جلوی خورش نشونده و بهش میگه که یه بادکنک رو باد کنه. انقدر تحقیرش میکنه و بهش فوش میده که دختر مجبور میشه این کار رو انجام بده. بعدم تهدیدش میکنه که باید روی این بادکنک بپره تا بترکونتش و الا جونش رو میگیره. سکانس بعد بخش دیگه از این مستنده که میخوان در مورد اولین قربانی اد صحبت کنن. مأمور FBI داره به چند تا دانشجو در مورد این نوارهایی که پیدا کردن حرف میزنه. برای این توضیح هم فیلمی رو نشون میده که معتقد از اولین قربانی اد گرفته شده. اد تو ماشینش داره میچرخه و یه دختر رو میبینه که داره تنهایی بازی میکنه. میره سمتش و وقتی موفق نمیشه اونو گول بزنه که بیاد تو ماشین، شروع میکنه به ضربه زدن به سرش و در آخر اونو به زور میندازتش تو ماشین. متاسفانه مدتی بعدم جنازه این دختر رو پیدا میکنن. اد با زور باهاش ارتباط برقرار کرده بوده. بعدم به شکل وحشتناک بدنش رو سلاخی کرده و انداختتش توی دونه جنگل. یه نکته عجیبم این وسط هست. پدر و مادر اون دختر بعد گم شدنش به پلیس سعی می‌زنن و ازش درخواست میکنن که دنبال دخترشون بگردن. اما مأمور پلیس میگه باید 24 ساعت صبر کنید تا از گم شدنش بگذره و بعد میتونیم جستجو رو انجام بدیم. 24 ساعتی که شاید اگه صبر نمی‌کردن میتونستن جون اون رو نجاتش بدن و خیلی زود تجلوی اد گرفته میشد. به قسمت بعدی مستند میرسیم. حالا میخوام در مورد قربانی‌های بعدی صحبت کنیم. اد خیلی از قبل حرفه‌ای تر شده. ویدیویی هست که توی خیابونه و یه دونه زن و شوهر رو نگه می‌داره و ازشون درخواست می‌کنه که به یه جا برسوننش. اونام قبول می‌کنن. بعدم در مورد دوربینی که دستش توضیح میده که می‌خوام ماجراجویی‌هامو ثبت کنم. وسط راه یه دفعه‌ای با ضربه‌ای به راننده جونشو می‌گیره. ماشین با سرعت میره توی جنگل و اد اون عقب خودش رو نگه می‌داره که بهش آسیبی نرسه. وقتی هم ماشین تصادف می‌کنه با دستمالی زن رو بیهوش می‌کنه و با خودش می‌بره. مأمور پلیس توضیح میده اد به قدری حرفه‌ای شده بود که همه کاراشو برنامه‌ریزی می‌کرد. مثلا برای همین قربانی‌ها از قبل کاری کرده بود که بنزینشون تا اینجا تموم شه و نزدیک یه پمپ بنزین مخروبه باشن که به سمت اون برن و اونجا متوقفشون بکنه. نکته مهم دیگه اینه که اد بارها و بارها جلوی دوربین‌های امنیتی با پلیس صحبت می‌کرده. جلو صورتشون می‌گرفته و به زبون اشاره بهشون یه سرنخ‌هایی می‌ده که بتونن قربانی‌هاشو پیدا بکنن. و قسمت عجیبش هم اینجاست که اد مدت‌ها قبل از وقت که بره دنبال این زن و شوهر جلوی دوربین
دوربین‌ها یه سرنخی داده بود که به یه محلی میرسید که بعدها این زن و شوهر اونجا خاک کرده بوده، یعنی از قبل برنامه‌شو داشته. قسمت دردناک‌تر این جریانم بلاییه که سر اون زن میاره. وقتی زن چشماشو باز میکنه ببینه سر بریده شده این همسرش تو شکم خودش جراحی شده و قرار گرفته، و حتی وقتی هم پلیس‌ها جنازه‌شو پیدا میکنن دقیقاً به همون شکله. مأمور FBI بازم تاکید میکنه که چقدر این اد حرفه‌ای و باهوش شده، و بعدی که یکی از قربانیاشو به دو قسمت تقسیم میکنه و هر قسمت تو ایالتی کاملاً دور از اون یکی میذارتش، طوری که ماها طول میکشه تا پلیس‌ها بتونن هر دو رو پیدا کنن و به هم ربط بدن. قسمت بعدی مستند بالاخره به چریل میرسیم، همون کسی که اول فیلم دیدیم جونش رو دست داده بود. یکی از فیلم‌های دیگه اد هست که داره همینطوری دنبال آدم‌های مختلف می‌گرده و یه دفعه چشم شریل رو می‌گیره. برای اینکه بره سراغش مدت‌ها اون رو زیر نظر داره، خونه‌ش رو زیر نظر می‌گیره، حتی توی تلفنش شنود می‌ذاره و یه شب یواشکی وارد خونه‌ش میشه. امشب شیل و دوست پسرش می‌خوان با هم دیگه فیلم ببینن. اد یواشکی وارد خونه میشه و تو کمدی پناه می‌گیره. توی این کمد نزدیک به 2 ساعت میمونه تا اینا کاملا فیلمشون رو تموم کنن. وقتی هم دیگه فاصله میگیرن اد میاد بیرون و اول از همه با ضربه‌ای به دوست پسر شریل اونو بیهوشش میکنه. بعدم با چند ضربه دیگه به سرش جونش رو میگیره و حالا میره سراغ شریل. با چند ضربه به سرش اونو بیهوش میکنه و با خودش میبره تو ماشین. یکی از مامورهای پلیس در مورد این قضیه میگه وقتی دوست پسر شریل رو پیدا کردیم تمام بدنش از قفسه سینه‌اش تا باسنش بریده شده بود. اد روده های این مرد رو از همین طریق در آورده بود و باهاش تمام خونه رو تزیین کرده بودش. وقتی به این صحنه رسیدیم تا ساعت ها نمیتونستیم از شوک بیرون بیاییم. ویدیوی بعدی اولین فیلمی هست که از شلیل گرفته شده. اد اونو به شکل عجیبی بستتش و شروع کرده به تحقیرش. اد تا الان بارها و بارها قربانی های مختلف رو گرفته بوده و این بار میخواد چیزی رو عوض کنه. شریل قربانی هست که اد میخواد به صورت روانی از بین ببرتش و برای همینم مدت ها سرش وقت بذاره و بارها و بارها ازش فیلم میگیره. به شکل های مختلف اونو تحقیرش میکنه، میکوبتش و کاری میکنه که مثل یه برده دست آموز بشه. حتی وقتی که مادر شریل توی اخبار صحبت میکنه و از روانی که دخترش دزدیده درخواست میکنه که برش گردونه، اد با دوربین میره دم خونه این خانواده. با مادرش حتی صحبت هم میکنه و وقتی مادر بهش مشکوک میشه گرفت پا به فرار میذاره. اما خب وقتی این جریانو به پلیسا میگن اونا جدی نمیگیرنش و بازم اد قصر در میره. قسمت بعدی مستند به آخرین قربانی های اد میرسیم. اد مسیرش رو تغییر میده. حالا لباسهای یه مأمور پلیس رو میپوشه و خودش رو به عنوان یه مأمور قانون جا میزنه و اینطوری میره سراغ دخترهای تنفروش. اونا رو میدوزه، هر بلایی میخواد سرشون میاره، باهاشون رابطه برقرار میکنه و در آخر هم جنازه‌شون رو یه گوشه این میندازه. حتی یه بار یکی از این قربانیاش رو میاره و شریل رو مجبور میکنه که جون اونو بگیره. و خب اونم که انقدر تحقیر شده همین کارو انجام میده. یکی از مامورهای پلیس برای گرفتن اد میره با تد باندی صحبت میکنه. تد باندی معروف ترین قاتل سریالی آمریکاست که بعد گیر افتادن تصمیم میگیره با پلیس همکاری انجام بده. جریان پرونده رو بهش میگن و تد میفهمه اد بعد از اینکه جون یکی از قربانیاشو گرفته باهاش رابطه برقرار کرده. سر همینم هم توضیح میده کسی که همچین کاریو بکنه قطعا به پوسیدگی علاقه داره و خیلی بیشتر این کارو در آینده انجام میده. یکی دیگه از ویدیوهای این روانیو میبینیم. توی خونه‌ش یه نفر در میزنه. دوتا دختر اومدن دم خونه‌اش تا بهش بیسکویت بفروشن. دخترایی که نمیدونن با چه آدم روانی طرفن. اما خب این بار شانس میارن. وقتی که رفتارهای عجیب این مردم میبینن خیلی سریع خونه خارج میشن و اونم نمیتونه دیگه کاری باشون انجام بده. اما قسمت دردناک اینجاست که وقتی دختر رو میرن بیرون میبینیم تمام این مدت اد روی شریل نشسته بوده و باهاشون صحبت میکرده و اونو متوجه نشده. به این قسمت از پرونده ها که رسیده مامورهای پلیس بالاخره یه سرنخ پیدا میکنن. توی خونه یکی از قربانی ها کلی از سر انگشت بوده که مربوط به این مامور پلیس بوده. مامور پلیسی که زمان تمام این اتفاقات هیچ کس نمیدونه کجا بوده و از همه مشکوک تره و مهمتر از اون بارها دیده شده که توی محل تنفروش ها میگشته و باهاشون رابطه برقرار میکرده. با بررسی ماشین این مامور کلی سرنخ پیدا میکنن و خب به مظنون اصلی تبدیل میشه. با بررسی DNA این مامور و افرادی که پیدا کردن حدسشون به 100% تبدیل میشه و خیلی زود اونو دستگیرش میکنن. دادگاه هاش هم شکل میگیرن و توی تمام این دادگاه ها این مامور پلیس میگه که من واقعا بیگناهم و هیچ کاری نکردم.
اما تمام سرنخ‌ها چیز دیگه میگن و برای همینم خیلی زود اونو محکوم به اعدام میکنن. این مأمور بعد از اینکه محکوم میشه دیگه هیچ حرفی نمیزنه و هنوزم کسی نمیدونه که واقعا گناهکاره یا نه. به هر حال زمان اجرای حکم میرسه و جونش رو میگیرن. به خیال پلیسا همه چیز تموم شده تا اینکه مردی به اسم جوزف که همکار همون مأمورم بود یه بسته‌ای براش ارسال میشه. تو این بسته یه دونه نقشه است که قسمتش علامت زده شده و نوشته که اینو یادتون رفته. مأمورها سری به محل مورد نظر میرن و جنازه یه قربانی دیگر رو اونجا بیرون میکشن. اینجاست که میفهمن کسی که جونشو گرفتن اصلا گناهکار نبوده. یه مأمور دیگه هم تو مستند صحبت میکنه و میگه بعد از این جریان بیشتر بررسی کردیم و فهمیدیم کسی که جونشو گرفتیم توی یکی از بانکهای اسپرم نمونه ضبط کرده بوده و نمونهشو از اونجا یه نفر دزدیده. خب مشخصه که همه چیزی پاپوش بوده. مأمور FBI دیگه میگه از اینجا فهمیدیم که دیگه هیچ وقت قرار نیست گیرش بندازیم. این طرف انقدر باهوش بوده که برای تمام قربانیاش از همون اول نقشه ریخته. این نمونه اسپرمو دزدیده و توی تمام قربانی‌ها هم جاگذاری کرده که وقتی آخر همشون رسید این مأمور پلیسو براش پاپوش بدوزه. نکته دردناک اینجاست که وقتی اعلام میکنن اون مأمور بیگناه بوده و اشتباهی این اتفاق براش افتاده، تنها یه روز بعد از حادثه 11 سپتامبر. برای همینم خبرش توسط هیچ کس پوشش داده نمیشه و خیلی سریع سر و تهش رو هم میاره. حتی مأمور FBI میگه احتمالاً اینم نقشه اد بوده. با اتفاقات 11 سپتامبر فهمیده بهترین زمان برای لو دادن آخرین نقششه و همون موقع این سرنخ‌ها رو برای ما فرستاده. میرسیم به قسمت آخر مستند. مأمورهای پلیس بعد از گرفتن این سرنخ‌ها شروع به بررسی دیگه می‌کنن و بالاخره موفق میشن از اون نقشه‌ای که برای جوزف فرستاده بوده و سرنخ‌های از فیلمی که توی این نقشه بوده محل احتمالی زندگی ادو پیدا کننش. سری به این محل حمله می‌کنن و دوباره با یه خونه کاملا خالی مواجه میشن. خونه‌ای که حتی یه دونه اثر انگشت هم توش نیست و اد از قبل تمام چیزا رو پاک کرده. یه دونه جعبه توی خونه خالی است که وقتی بازش میکنن شریل رو میبینن. شریل همچنان زنده است ولی به شدت آسیب دیده و سری به بیمارستان میبرنش. بعد از کلی تلاش موفق میشن اون رو نجات بدن و بالاخره به زندگی برش گردونن. روانشناس FBI در مورد شریل صحبت میکنه و میگه دندوناش کشیده شده بودن، پوستش سوخته، کلی برا سرش اومده و سالها این اتفاقا ادامه داشتن. برای همینم شریل الان اصلا حال خوبی نداره و یه عادتی پیدا کرده که باید درد بکشه. بدون درد نمیتونه هیچ کاری انجام بده. حتی یه مصاحبه با خود شریل هم انجام میدن و میبینیم که شریل عاشق اد شده. میگه که من مطمئنم یه روز برمیگره دنبالم و من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. حتی هر سوالی ازش میپرسم میگه که من نمیتونم خودم جواب بدم، واقعا جوابی ندارم. انگاری عادت کرده یه نفر بهش بگه چی بگو یا چی کار کن. حال شریل بعد و تنها 2 هفته بعد از آزاد شدن جون خودش رو میگیره. خب بعد از مراسم خاکسپاری اول فیلمم دیدیم واقعا اد برگشت دنبالش و اونو از خاک بیرون کشید و با خودش برد. مأمور FBI میگه که ما هنوز نمیدونیم اد کجاست و همچنان دنبالشیم. سکانس آخر فیلم یکی دیگه از ویدیوهای پوکیپسی رو میبینیم. تو این ویدیو زن جلوی دوربینه و اد بهش میگه نباید پلک بزنی و الا جونتو میگیرم. زن همه تلاشش رو میکنه. بعد دیگه حتی چشماش دارن از کاسه در میان و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. پوکیپسی تیپس اینطوریه که شما آخرش نمیفهمی چه کسی همچین کارهای وحشیانه ای رو انجام داده. و خب خیلی ها در مورد افراد مختلفی تو فیلم شک میکنن. شک خود من به همون کارگاه پلیسی هست که تمام این فیلم ها رو دیده بود و کلا موقع حرف زدنش یا حالت داره انگاری بیش از حد آرومه یا انگاری خیلی زیادی با قضیه کنار اومده. به نظر من با منطقی که از فیلم های ترسناک داشتم و تا الانم خیلی هاشون رو دیدم، این شخص خیلی بیشتر از بقیه فاکتورها رو داره و بیشتر از همه تیک میخوره که میتونه اون شخص روانی ما یا همون اد باشه. نظر شما چیه؟ به نظرتون از این افرادی که دیدیم هیچ کدومشون فاکتور اینو داشت که همین اد خودمون باشه؟ اگه حسرت مرام تو کامنت ها بنویسید. در مورد خود فیلم هم بارها سبکای فاند فوتیج رو قرار دادم بهش، مثل سری کامل فیلم VHS که میتونید از این بالا پلیلیستش رو ببینید. این جور فیلم ها یه حسی به آدم میدن که انگاری خودت واقعا توی فیلمی، چون همشون یه جوری فیلم برداری شدن که مثل فیلم های واقعی هن. شما توی سایت هایی برید که فیلم های گور، فیلم های وحشتناک واقعا قرار میدن، یعنی از اتفاق های واقعی گرفته شدن، میبینید فیلم های همشون همینطوری گرفته شدن. برای همینم هم هستش که انسان وقتی این فیلم ها رو میبینه یه حس همزاد پنداری باشون میکنه و کلا منطق شما میگه که اینا واقعیه، انگار مثل فیلم بهش نگاه نکن. برای همینم هم هست که این سبک بین افرادی که فیلم ترسناک میبینن یه محبوبیت زیادی پیدا کرده. و اگه خوشتون میاد میتونید چند تا فیلم دیگه هم توی دیسکریپشن گذاشتم اون دارم ببینید. فیلم برداریشون هم این مقدار سخته به خاطر اینکه شما در عین حالی که باید خیلی واقعگرا فیلمو بگیری، در عین حال هم باید خیلی
به هم ریخته، خیلی بدون نظم، خیلی جدا از یه آدمی که فیلم برداری میکنه فیلم برداریش کنی. نمیدونم منظورم رسوندم یا نه. وقتی یه نفر رشتهش فیلم برداریه، دوربینو که دستش میگیره میدونه از چه نوری استفاده بکنه، از چه زاویه‌هایی بگیره. ولی برای اینکه بخواد حس طبیعی بودن رو به بیننده القا بکنی، باید در عین دونستن همه اینا جوری فیلم بگیری که همه این نکات توش باشه، ولی انگار یه آدم ناشی گرفتنش. یکی دیگه از نقاط مثبتی که به نظرم توی فیلم خیلی تاثیرگذار بود، بازیگری افتضاح بازیگرشه. این در حالیه که واقعا بازیگرای خوبی دارن. برید این فیلم‌های دیگه‌شون رو ببینید، می‌بینید که خیلی خوب میتونن نقششون رو ایفا کنن. اما توی این از قصد، به خاطر اینکه شما وقتی یه مستند می‌بینی از چند تا پلیس که میان صحبت می‌کنن، از افرادی که میان یه واقعه رو براتون بیان می‌کنن، هیچکدومشون استعداد بازیگری یا سخنگو بودن رو ندارن. برای همینم اصلا نمیتونن اکت درستی رو نشون بدن، نمیتونن حرکات دست خوبی انجام بدن و همه‌شون به صورتی برای شما مشکوک میشن. همینا هم باعث میشه که شما به همه‌شون مشکوک شید، چون اصلا رفتارشون عادی نیست و حس کنید که شاید این یه چیزی رو داره دروغ میگه. توی این فیلم هم خیلی قشنگ اینو ایفا میکنن، همه‌شون واقعا بد بازی میکنن، اونم از قصه. و همین هم باعث میشه که شما به همه شخصیت‌ها شک کنی و بگی که این میتونه همون اد باشه ولی هنوز نگرفتنش. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما پیشنهاداتون رو بنویسید، من سعی میکنم همه‌شون رو توی کانال قرار بدم. بعضیاشون رو ندیدم، برای همین هم یکم طول میکشه که پستشون رو بسازم. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. روزتونم گلسی.